آنچه مشاهده می‌کنید گوشه‌ای از مانوری است که در حاشیه همایش علمی تروما و اقدامات پیش بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شده است. شرکت کنندگان در این مانور با مراحل مراقبت از مجروحان در محیط‌های تاکتیکی آشنا شدند. آشنایی بچه‌های در واقع گروه‌های پزشکی و مرتبط با اونها در خصوص این هستش که در موارد بحران، حالا این میتونه بحران‌های شهری باشه یا بحران‌های جنگی باشه، چطوری بستومانمون رو تریاج بکنن، امداد رسانی رو براشون انجام بدن. محیط‌های تاکتیکی بیشتر با شارپ تروماها یا در واقع تروماهای نافذ یا ضربات نافذ روبرو هستیم که با در واقع نیاز به اقدامات جراحی از نوع اورژانسی معمولا پیدا میکنه، ولی در بحث خود امدادی و دیگر امدادی، یعنی اقدامات اولیه که ما باید در صحنه نبرد انجام بدیم، اولین و مهمترین اقدام بند آوردن خونریزی هست تا اینکه مصدوم زنده بمونه. نحوه انتقال اونها، چینشی که در اون حوزه بهداشت درمان ما داریم از نظر رسیدگی به مجروح، یعنی خود امدادی خودشو امداد میکنه و به ماموریتش ادامه میده، یا به دیگر امدادی به یکی از همرزمان خودش که آسیب دیده، و یا انتقال مجروح برای پشت جبهه که از نقطه نجم یعنی نقطه جمع‌آوری مجروحین شروع میشه، اورژانس درجه 2، اورژانس درجه 1 که اتاق عمله، و بعد نیاز باشه منتقل میشه با وسایل مختلف برای بیمارستان صحرایی تخصصی و منطقه‌ای.